قرار بود در اون محفل دور هم جمع می شدن. بنا شد یه دفعه من به اتفاق ایشون برم، یعنی زمانش رو ایشون گفت که متاسفانه اون ایام دو هفته یه بار بود، من برمنگام نبودم و نشد برم. دوست داشتم در اون محفل یک بار شرکت کنم. علی ای حال یادم هست که من در باب کواکرها به تفصیل از جان هیک شنیده بودم و شمه ای رو که از آن براتون الان نقل کردم، بعد که اینجا دیدم راسل هم خب از همسرش الیس یاد کرده و اینکه خانواده او هم چنان که عرض کردم جز کواکرها بودن، اون خاطرات هم برای من زنده شد و اینکه خب جماعتی بودن این کواکرها، ظاهرا اعتقادات سنتی هم داشتن. البته دیگه هیک از اون اعتقادات نداشت، خیلی فاصله داشت دیگه، به ترینیتی و تثلیث باور نداشت، خداش یه خدای عرفانی بود تا خدای ارتودکس مسیحی، اینا همه درست، اما به هر حال با اونها حشر و نشر داشت چنان که نقل میکرد برای من. علی ای حال، یکی از نکات تأمل برانگیزی که توی این بخش از سفر به امریکا راسل آورده است این که خب رفتن در یک جایی به دیدن پسر عموی الیس، یکی از پسر عموهای الیس و همسر او ادیس، که میگه که اون زن بلند پروازی های ادبی هم داشت و می نوشت و ظاهرا داوری راسل هم اینه که کارش خوب نبود، قلم خوبی نداشته. و بعد جالبه این نکته‌ای که آورده است که در یک سفری که به اروپا آمده بودن بعد از مدتی که 2 سال بعد فکر میکنم، میگه ما او رو، این زن رو، به نویسندگان متعددی هم معرفی کردیم و بعد مشخص شد این کتابی که مدت‌ها روش کار کرده و با زحمت نوشته ارزش چندانی نداره، یعنی اونها استقبال نکردن و با کمال دلسردی برگشت، عرض می‌شود که ادیس به امریکا، و بعد میگه خودکشی کرد با تپانچه‌ای که داشته و این تپانچه رو میگه ما دیده بودیم در امریکا و با همین تپانچه به قلب خودش شلیک کرده بوده وقتی که این رو میشنیده بوده. یعنی ظاهرا دیگه احساس نومیدی عمیقی کرده که عرض میشود به کشتن خود و خاتمه بخشیدن به زندگی خود رسیده است. خب من راجع به قصه وضعیت زنان و وضعیت سیاست در دوران راسل گفتم برای عزیزان. یه نکته دیگری که جالبه از این کواکرها نقل کرده راسل و از قول مادر همسرش، میگه که اینا طوری تربیت شده بودن که برای 10 فرمان، اون میدانی دیگه 10 commands که خب در عهد عتیق آمده از شهرتی برخورداره، شبیه به آن رو شما در قرآن خودمونم میبینید دیگه، یعنی در سوره اسراء اگر دیده باشید و در برخی دیگر از سور قرآن هست که شبیه به این نوع کمندها، دستوراتی که داده شده است به پیروان که این کار رو بکنید فلان کار رو نکنید، میگه اونها طوری تربیت شده بودن که برای 10 فرمان چندان حرمتی قائل نبودن. سببش هم اینه، حالا اینطور که او میگه مردمان پارسا و متقی بودن، اما من حقیقتش درست در نیافتم، یعنی این داوری کواکرها رو که معتقده که اینا خلاصه یه جور، چنان که من فهمیدم که نمیدونم، سبک بودن، دلیلش رو چندان در نیافتم که مرادشون اینه که مثلا با دعای ربانی اینا فرمول‌های ثابت داشته. تعبیری که راسل از اونا نقل میکنه اینه که باید، اما وقتی که قرار چیزی دعای ربانی رو، یعنی اگر قرار باشه امری به کار باید بره، نماز و نیایش باید به وسیله روح القدس الهام بشه، اما چون این دعای ربانی با فرمول‌های ثابت خوانده میشه اینا سبکه. و بعد بر همین سیار که راجع به دعای ربانی میگفته، شبیه همین رو هم راجع به
ده فرمان آورده است که حرمتی قائل نبودند که سبک بودند. من استدلال رو یعنی روایت و تقریر رو از راسل اینگونه خواندم، خیلی یا بیشت درست در نیافتم که مراد چیه، اما برام جالب بود که جماعتی از مسیحیان در روایتی که اینجا راسل آورده کواکرهای فیلادلفیایی، اینا عرض می شود که در باب ده فرمان یه رأی اینچنینی داشتن یا دعای ربانی و معتقد بودن که نباید دعای اثرگذار به قول راسل فرمول ثابتی داشته باشه. باری از این سفر هم که در گذریم، راسل خب نقل میکنه که بعد آمدن و برمیگرده تا حوالی 1900 میشه. یکی دو تا نکته‌ای که جالب ذکری ازش بکنم در یادداشتام آوردم، به یه تجربه عرفانی خودش راسل اشاره میکنه و شما ممکنه تعجب بکنید. من اجازه بدید اول به اون مک‌تاگارتی که گفتم و ایدئالیزمی که وعده کردم پیش از اتمام جلسه امروز بپردازم و امیدوارم که به تجربه عرفانی هم برسیم و پس از آن بحث رو ختم میکنیم. ببینید 1898 همین اتفاقات خب در کمبریج و پس از ازدواج او که ذکرشو کردیم، یعنی در 1894 که راسل ازدواج کرده و فضای ایدئالیستی که اون موقع در کمبریج، اینو من میگم و بعد انشالله به اون تجربه عرفانی اگر بتونم بخشایی از سخنان خود راسل رو هم در باب اون تجربه براتون میخوانم. میگه که من، خودش تعبیرش اینه، من گرفتار در چنبره ایدئالیزم آلمانی شده بودم، گرفتار آمده بودم، در آن غوطه میخوردم. و اشاره به مک‌تاگارت میکنه از فیلسوفای کمبریجی اون موقع که به هر حال تحت تأثیر او بود، که میگه من تحت تأثیر فضای ایدئالیزم بودم، ایدئالیزم آلمانی. و ایدالیزم آلمانی چیه؟ به اختصار بگم و دوستان فاضل ما در این باب میدانن، من در درس گفتارهای دیگرم به تفصیل راجبش سخن گفتم. جالبه این تحول و تطور رو ببینید شما. چرا؟ چرا میگیم ایدالیزم آلمانی؟ که حالا این مترجم دیدم آرمانگرایی هم گذاشته که تعبیر درستی نیست اصلا. ایدالیزم آلمانی یا جرمن ایدئالیزم یه تعبیر کاملا فلسفی است که خب هم مارکس ازش استفاده میکرد، اما ریشه های آن در ایده های کانت و هگل و این کاملا در مقابل ایدالیزم تجربیه. جالبه که راسل و مور انگلیسی که در کمبریج بودن، که در اون فضا نفس کشیده بودن، تحت تأثیر ایدالیزم آلمانی هست. چون گفتیم کانت خیلی دامیننت بود بر کمبریج دیگه، چنان که از راسل شنیدیم، درسته؟ ایدالیزم تجربی پیش از آن، یعنی امپریکال ایدالیزم، در انگلستان سر برآورده بود. من چه در درس گفتار فلسفه کانت، چه وقتی اخیراً فلسفه هایدگر رو تفصیلا درس میدادم راجع به ایدالیزم آلمانی یا ایدالیزم استعلایی البته سخن گفتم و اینکه چگونه این با ایدالیزم تجربی متفاوته. من فقط این مقدار بگم که در ایدالیزم تجربی که مؤسس آن یا یکی از کسانی که در برکشیده شدن آن خیلی نقش داشت جوزف بارکلی بود، سخن بر سر این است که جهان مستقل از ما وجود نداره، تعین و تقرری ندارن آبجکت ها. یعنی اگر یه لیوانی الان در مقابل منه، این مایند دیپندنته، توجه میکنید، وابسته به ذهن منه وجودش، یعنی این که وجود داره یا نداره تعین و تقررش کاملا بستگی داره به ذهن من. من اگر نباشم نمیدانم که این وجود داره یا نداره. این ایدئالیزم تجربیه در مقابل ریالیزم که ازش بارکلی سخن میگفت. خب تعبیر فنی ترش اینه، موجود بودن مسابقه با مدرک بودن. یعنی اگر امری متعلق ادراک و آگاهی واقع شود، میشه گفت که موجوده،
یعنی تعین انتولوژیک و وجود شناختی داره. اگر نه نمیتونیم راجع به اون سخنی بگیم. توجه کردی؟ این از ایدئالیزم تجربی که خاستگاهش انگلستان. امپریکال ایدئالیزم. اما اینجا راسل داره از ایدئالیزم آلمانی سخن میگه. اینکه اسم مکتاکارت رو میاره، اینکه اسم کانت رو میاره، اینا همشون ایدئالیست بودن، اما ایدئالیست آلمانی، یعنی ایدئالیزم استعلایی، که معتقد بودن بارکلی و ایدئالیست های تجربی راه رو تا میانه آمده اند و برای اینکه ما بتوانیم از ارتباط معرفتی خود با جهان پیرامون به نحو موجه و موثقی سخن بگوییم، باید شروط استعلایی رو هم در نظر بگیریم. یعنی اون transcendental conditions که خب وقتی راجع به زمان، مکان و عرض می شود مقولات فاهمه سخن می گفت کانت، مرادش این بود. جالبه که مور و راسل در فضای کمبریج صدی 19 همی. که خب کانت 1804 از دنیا رفت و فلسفه او در قرن 19 هم بود که شکفت. هگل هم همینطور خب در همان فضای کانتی بود و اون رو بس داد. اما جالبه که اینها در فضای فلسفی انگلیسی زبان هم دامیننت شده بودن. توجه می فرمایید؟ و در همون کتاب فلسفه تحلیلی چیست که من نوبت گذشته گفتم مبتنی بران درس های راجع به تاریخ فلسفه تحلیلی دادم، اشاره میشه به همین فضای ایدئالیستی کمبریج صده 19 هم. ایدئالیست به معنای ایدئالیسم اصطلاحی و کانتی هگلیش، که اینجا میبینید راسل داره ازش یاد میکنه و مکتاکارت یکی از فیلسوفان اون موقع کمبریجه و خود او میگه که من و به مدد مور و عرض میشود که تأملاتی که میکنه، ما تونستیم از دامچاله به تعبیر من یا از در چنبره ایدالیزم آلمانی یا ایدالیزم اصطلاحی بیرون بیاییم و این هیجانی داشت. میگه ما یه مدتی جهان محسوس رو غیر واقعی میپنداشتیم. میگه درسته دیگه، این روایت کانت، روایت ایدالیزم اصطلاحی، یعنی همون تمثیل بادکنکی که من قبلا هم استفاده کردم که تو گویی ما هممون داخل یک، هر کدام از ما داخل یه بادکنکه، نه به بی واسطه ای به جهان نمیتوانیم بزنیم و از دل اونهاست که عرض میشود به جهان پیرامون، یعنی میتونیم از با واسطه به جهان پیرامون نظر بکنیم. خب میگه از طریق اونها بود ما بعد از این، یعنی وقتی که از اون فضا فاصله گرفتیم، انگار دیدم که به میز و صندلی به معنای متعارفش من اعتقاد پیدا کرده ام. و بعد میگه که خب در همون فضای منطقی ریاضی که داشتم، الان برام دیگه رابطه میان گزاره ها موضوع محمولشون و کشف اونها خیلی امر شگفت انگیز و هیجان آوری شده بود. و بعد میگه که من در این حال به آثار لایبنیتس هم کشانده شدم، خب فیلسوف آلمانی که در سنت راسیونالیزم گام میزده و قصهش هم این بوده که مکتاکارت، فیلسوف ایدالیستی که گفتم، میخواسته بره برای یه دوره زلاندنو و میگه به از من خواستن که جانشین او بشم در اون دوره و به همین خاطر بود که من قرار شد لایبنیتس درس بدم و همین سبب شد با او من بیشتر آشنا بشم. و به هر حال از اون فضای ایدالیزم استعلایی میگه که من فاصله گرفتم و آمدم و خب دیگه چنان که ذکر کردم و میدانیم، هرچند عمده کارهای او در منطق و ریاضیات بود، جزء آباء فلسفه تحلیلی به درستی به حساب میاد و از دل سنت ایدالیزم استعلایی و ایدالیزم آلمانی خب فاصله میگیره، فاصله زیادی میگیره جناب راسل. قبل از اینکه من بحث امروز رو ختم بکنم، راجع به اون تجربه عرفانی راسل هم سخنی بگم در باب زندگی دیگری که گفتم و اون تلاطم هایی که در زندگی شخصی او رخ داد رو انشالله به نوبت آتی می سپارم و اونجا بهش به تفصیل می پردازیم، به روایت خود راسل. البته عرض می شود این تجربه عرفانی که در فصلی از کتاب آمده است که در ادامه راجع به قصه کمبریج نوشته و از احوال خودش میگه که خب به نوشتن پرینکیپیا اتیکا، ببخشید ماتماتیکا، ختم میشه که نوبت بعد بهش بعد بپردازیم. در همین حال و حواس که
یه جا می نویسه که من یه تجربه غریبی رو برای 5 دقیقه از سر گذراندم تو اون سال هاست. توجه می کنید؟ و یک دفعه احساس کردم در جایی که نشسته بوده انگار این زوال عالم رو، حالا به تعبیر من، گویی دیده بود. در تجربه های خودش این رو ذکر کرده. بگم که کتاب رو وقتی شما میخونید، خیلی نامه هایی که راسل به دیگران نوشته است و دیگران به او پاسخ دادن هم چاشنی کتابه، و در انتهای فصول خیلی از این نامه ها که خواندنی هم هست آورده است. دوستان میتوانن اونها رو هم ببینن. بعد در ادامه یکی از همین فصول کتاب که دوباره به قصه کمبریج پرداخته، به این تجربه باطنی عرفانی اشاره میکنه. شما ممکنه بگید، من این رو ایشالا ابتدای نوبت آتی بحث میکنم، مگه میشه کسی اگناستیک باشه و تجربه عرفانی هم داشته باشه؟ این دو با هم قابل جمعن؟ اول خیلی به نظر غریب میاد، اما حقیقتش پاسخ مثبته. میشه، تا تصویر و تلقی ما از تجربه عرفانی چیه باشه. میدونید من در احوال جناب اریک فروم میخواندم، همین دیشب میخواندم، برام جالب بود که تو نوشته های خودش به خودش لقب عارف ملحد داده بود. روانکاو، فیلسوف جامعه شناس آلمانی سده بیستم، که خب کتاب گریز از آزادی او از شهرتی برخوردار است و خب به هر حال آدم مهمی بوده، با کارن هورنای دیالوگی داشته، داد و ستدی داشته از روانکاوان و روانشناسان برجسته سده بیستمی. همه اینها از تبار یهودیانی بودند که مجبور شدن آلمان و اروپا رو ترک کنند. باری راجع به خودش این رو میگه، میدونید، میگه من عارف ملحدم. راسل این تعبیر رو راجع به خود به کار نبرده، اما از این که من تجربه عرفانی داشتم سخن میگه. و یه جور، حالا میدانید، یکی از کتابایی که دوستان هم اشاره کردن در بخش پرسش و پاسخ نوبتی پیشین که اون نوشته، عنوانش از عرفان و منطق، که من بهش خواهم پرداخت. اما در این تجربه غریبی که از سر گذرانده است، که 5 دقیقه هم به درازا انجام میده چنان که خودش نوشته، تو گویی که زوال عالم رو دیده. و بعد خودش میگه نسبت به بچه ها پس از آن تا آخر عمرم یه جور امپاتی، یه همدلی خاصی پیدا کردم، نسبت به رنج آدم خیلی حساس تر شدم. توجه میکنی؟ یعنی پس از اون تجربه‌ای که از سر گذرانده. و برای من جالب بود، یعنی او وقتی از تجربه عرفانی میگه مرادش اینه. توجه کردید؟ وقتی از تجربه عرفانی میگه، حالا بعد ما دفعات جلسات بعدی به قصه جنگ جهانی اول که از 1914 شروع میشه و این تجربه های راسل و آشناییش با ویتکنشتاین اینا بیشتر میگم، اما این رو نقل میکنه. من حالا نوبت آتی براتون اون نقل قول رو میخوانم. در همون فصل پرینکیپیا ماتماتیکاست که راسل این رو آورده است، یا فصل بعدی که میگه دوباره باز هم کمبریج، الان خاطرم نیست، بعد نگاه کنم نقل قول رو براتون میخوانم. اما جالبه که از این یاد کرده که یه جوری که انگار جهان رو انگار تو به یه نحو دیگری ببینی، انگار سرمه‌ای بر چشم کشیده ای، با همین احوالی که داری، با همین اگناستیسیزمی که داری، یه جور زوال عالم رو گویی میبینی، رابطت با انسانهای پیرامونی عوض میشه. از اینجا به بعدی که رنج آدمیان، راسل مینویسه، براش برجسته میشه، مهم میشه، عرض میشود رابطش با بچه ها تغییر میکنه. یک امری که هرچند میگه اون تجربه رو من دیگه بعد از این نداشتم، اما تأثیراتی در من گذاشت، یا من با تعابیر خودم بخوام بگم گویی که خاکسترش در ضمیر راسل میمونه. اون زوال عالم و یه جور عالم رو واجد جان تجربه کردن، و اینکه خب عالم ایستاده بر پای خود به معنای حالا دینی ادیان ابراهیمیش نه، اما اینکه یه جانی داره، حالا به تعبیری، یا من میتونم کاری بکنم، یا کر و کور نیست، توجه میکنید، یا کاستن از رنج دیگران برای اون مهم میشه. اینا همه از نتایج اون تجربه عرفانی است که خودش تعبیر میکنه از سر
گذرانده است. من همینجا عرایزم رو ختم می کنم و نوبت آتی راجع به این تجربه با خواندن نقل قولی از راسل از کتاب زندگی نامه خود نوشتش بحث رو آغاز می کنم و بعد در باب تجربه عرفانی چنان که الان ذکر کردم و اشاراتی به اریک فروم هم کردم توضیحی عرض می کنم که روایت خود او از این تجربه چیست. ما همچنان در فضای کمبریج سالهای 1903 تا 1910 تا 1913 که البته هنوز نگارش پرینکیپیا ماتماتیکا به همراه وایتهد رو من نگفتم از اون تجربه عرفانی شروع می کنم نوبت آتی و به کار مشترک او با وایتهد که کتاب دورانساز پرینکیپیا ماتماتیکاس هم می پردازیم و بعد که تازه می بینید 1914 میشه که جنگ جهانی اول آغاز میشه، جنگی که انگلستان هم در آن درگیره و عرض می شود که اصل مهمی از زندگی راسل در اونجا هم رقم می خوره. می بینید چه زندگی پر تلاطمی داشته است. خب من عرایزم رو اینجا ختم می کنم. مشتاقم که از نکته سنجی های دوستان استفاده کنیم و پس از آن بحث امروز رو ختم کنم. بسیار خوب. عرض می شود. سلامت باشید. ممنونم. سلامت باشید. بله همه عزیزان. من ببخشید. نمی بینم افراد رو، فقط صداست. از همه تشکر می کنم. خب مسعود جان شما می خواید اول بگید تا دکتر مسعود و دکتر اعتزازیان و بعد دیگر دوستان. ما حدود 20 دقیقه وقت داریم برای پرسش و پاسخ. اگر دوستان نکته‌ای دارن ببخشید، قدری عرایز من به درازا انجامید اما خب حجم مطلب زیاده و من میخوام که اگر بشه فکر میکنم نوبت آتی و انشالله تا دو نوبت بعد بخش زندگی نامه رو ختم بکنیم. البته که زندگی نامه مهم و چنان که میبینید دلکشیست و خیلی نکات توشه که به کار ما میاد. عجله ای ندارم اما مرادم اینه که حجم مطالب زیاده و به همین خاطر بیش از آنچه که من فکر میکنم دقایقی بیشتر، 10 دقیقه بیشتر عرایز من معمولا به درازا می انجامن. مسعود جان شما بگید تا دکتر مسعود و دکتر اعتزازیان هم بگن. خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردم. همینجور که گفتین زندگی نامه دلکشی داره راسل. حالا تا پایان میام با شما دیگه. یه تجربه عرفانی راسل شروع کردین. آرتور کوستر هم مثل راسل دقیقه دین و یا به دین خاصی اعتقاد نداره. اونم یکی دو جایی تجربه رو داشته، میدونیم جایی یادگاری کرده. خواستم اینو با شما در میان بذارم. ممنونم. کجا بسود جان اونو بگید؟ یعنی یادم هست کوستر. آره آره، یکی تون تو گفتگو با مرگم جایی هست منطقه تو به صورت که سریعا اومده آیه خرمشاهی تو عرفان و فلسفه از ترمشده. حالا اسم نویسنده بله تو اون کتاب استیس. آره بله بله، یکی دو جا از آرتور کرستر آمده. آره از آرتور کرستر آمده. بسیار یادم بود این. ممنون. نکته خوبی گفتید. من الانم یادداشت کردم دیدید که گفتم بحث رو من نوبت آتی با نقل قول راسل که در انتهای عرایض امروزم گفتم اون تجربه عرفانی رو از چه جنسی بوده میخوانم. اشارهی به عرض میشود کاسلر که شما کردید و حالا یادم نیست که او دقیقا از تعبیر تجربه عرفانی هم استفاده کرده یا نه. راسل که آشکارا میگه تجربه عرفانی بود. به اریک فروم هم اشاره کردم، او که خودش رو آشکارا عارف خدا ناباور حالا بگیم یا عارف ملحد، من همونطور که از ندانم انگاری در مقابل اگناستیسیزم استفاده میکنم به جای لاادریگری، چنان که میدانید از خدا ناباور هم به جای ملحد استفاده میکنم تا اون بار معنای منفی در سنت ما رو احیانا به ذهن متبادر نکنه. جالبه فروم میگه من عارف خدا ناباورم. خب
راسل هم از تجربه عرفانی سخن میگه. حالا کاسلر رو یادم، خب اون کتاب ها رو به دقت خوانده ام و چنان که میدانید راجبش سخن هم گفتم. روی همین دوتا رو من اون کتاب رو هم دوباره نگاه میکنم، خط فاصله امروز تا نوبت آتی. اما به هر حال این دو نفر که آشکارا از عرفان و تجربه های عرفانی با این نگرش خود سخن گفتن که نوبت آتی در این باب بیشتر سخن میگیم و ممنون از یادآوری که کردید. خب دکتر مسعود بفرمایید. سپاس آقای دکتر، تشکر میکنم استفاده کردید. اول صدای من خوبه یا دوباره مثل دفعه هفته پیش؟ نه خوبه آقای دکتر. بسیار. از شرط که من یه مطلب، یه سوالی که برام پیش اومد در این صحبت شما از مسئله ایدالیسم تجربی و استعلایی الان مطرح میکنم، ولی اگر در خلال مباحث به اونها بیشتر میپردازید بنابراین میتونیم به اونجا واگذار بکنیم. و اون اینه، مسئله‌ای که شما فرمودید در ارتباط با تفاوت این دوتا دیدگاه، که تفاوت خیلی هم قطعا بارزی هست، ولی من میخوام مطمئن بشم که این تفاوت برای من حداقل آشکاره. در ارتباط با از شود که ایدالیسم تجربی، فرمودید که موجود بودن مسابقه مدرک بودنه. در حقیقت تصور بر اینه که چیزی، من صداتون رو نمیشنوم، ببخشید میوت بودم. میگم راجب کدوم اینو گفتید؟ ایدالیسم تجربی یا اصطلاحی؟ اونطوری که من برداشت کردم از صحبتهای شما، شما وقتی که ایدالیسم تجربی رو توضیح میدید، بله گفتید که موجود بودن مسابقه مدرک بودن، یعنی در حقیقت وجود پایه بیرونی و عینی داره و مادامی که تحقق پیدا بکنه امکان شناخت او از طریق ذهن هست. بنابراین ذهن دخل و تصرفی در واقعیت بیرونی نمی کنه، لااقل اگر من درست فهمیده باشم با این توصیفی که شما کردید، و ارتباط خاصی نداره، فقط و فقط کار در واقع بازیافت و بازیافتن و بازتاباندن این واقعیت خارجی انجام میده. این تصوری که من از توضیحی که شما دارید. سوالی که در اینه که اگر اینجا ای ارتباطش با دوگانه اندیشی دکارت یک کمی توضیح بدید برای من خیلی گویاتر خواهد بود، ببینم که اینها با هم دیگه چه ارتباطی دارن، و بعد در مقابل این اون ایدئال گرایی آلمانی و استعلایی، تفاوت مطلقش اینه که اونجا میاد و در واقع تعامل ذهن و عامل بیرونی رو اونجا در کار میاره و در واقع امکان شناخت شیء خارجی را نه اینکه کلا منتفی بکنه، ولی در حقیقت زیر سوال میبره. این تفاوت دوتا دیدگاه تجربی و استعلایی هست، اونطوری که من از توضیحاتون برداشت کردم. اگر درسته که توضیح بفرمایید، یا اگر که در ارتباط با بخش دکارت اگر که اضافه مطلبی میخواهید توضیح بدید خیلی خوشحال میشم. اگر هم در جلسات بعدی بیشتر توضیح میدید و بس میدید که میتونیم بذاریم برای اون جلسات. ممنون آقای دکتر از نکاتی که گفتید. من یه یادداشت کردم حقیقتش، خب چون مطلب مهمیه و به حال راسلم گفتم که به چه معنا تعلق خاطر به سنت ایدالیسم استعلایی داشته یا ایدالیسم آلمانی چنان که خودش آورده، اجازه بدید من این رو نوبت آتی ذیل بحث از عرفان که آوردم، یعنی ذیل نه، در کنار بحث از عرفان که آوردم، این رو من توضیح بدم، چون حق مطلب برای اینکه ادا بشه من باید بیشتر ذکر بکنم. در این حال این رو بگم که ببینید، این اتفاقا یکی از نکاتی است که در میان ما، در میان آثار متکلمان ما، معاصران ما، یه خطایی که رخ داده و به هر حال من توی برخی از نوشته‌ها و درس گفتارام هم بهش پرداختم، همین خلط میان ایدالیسم تجربی و ایدالیسم اصطلاحی بوده. توجه می‌فرمایید، من قبلا هم شاید از من شنیده باشید، در یکی دو تا مقاله خود این رو آوردم در مصاحبه ها و در درس گفتار مطهری شناسی که مرحوم آقای مطهری و مرحوم آقای طباطبایی استاد ایشون در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم اشتباه
مهمی رو مرتکب شدن و اون همین خلط میان ایدالیزم تجربی و ایدالیزم اصطلاحیه. یعنی اونا وقتی مارکس رو دارن نقد میکنن، مارکسیزم رو، مفروضشون ایدالیزم تجربیه، درکشون از ایدالیزم ایدالیزم تجربی بوده. اما خاصگاه ایدالیزم مارکسی ایدالیزم اصطلاحیه، چون نسب از کانت و هگل میبره. و اونجا در تقریر موضوع این دو عزیز به خطا رفتن و خب بر اساس صورتبندی خطا خب قاعدتاً پاسخ هم پاسخ مقنعی نخواهد بود. البته این فقط این امر نیست. مرحوم آقای مطهری در کتاب شرح مبسوط، ببخشید شرح منظومه، که من راجبش مقاله هم نوشتم جایی، اونجا میشون در تقریر آراء کانت به خطا رفتن و گفتن که مقولات ثانی فلسفی که در سنت ما هست شبیه مقولات فاهمه کانتیه. فکر کنم همون تعبیر مقوله فاهمه از ایشان رهزنی کرده و اون سیاق رو درست نمیدانستن. خب به حال ایشان که با زبان انگلیسی و آلمانی با یکی از این دو که آشنایی نداشتن، متون رو که دست اول نمیخواندن و خب ذهن خیلی وقاد بود و اون خطایی که صورت میگرفت این بود که اینا رو میآورد داخل اون دستگاه، یعنی دستگاهی که فلسفه اسلامی بود، بخواست اینا رو اونجوری بفهمه. اما اونا کاملا در یه فضای دیگه ای ساخته شده بودن، مبادی و مبانیش فرق میکرد و میکنه. و اون مقوله فاهمه در نظام کانتی در دل سنت ایدئالیسم اصطلاحی به تعبیر خود قدما بگیم، اینو من یادم انجمن حکمت و فلسفه که بودم اون 5 سال، یادم یه دفعه یکی از مقالاتم راجع به آقای مطهری همونجا منتشر شده بود، بعد با یکی از اساتیدی که اونجا فلسفه اسلامی درس میداد، خب خیلی هم ارادتی داشت با آقای مطهری، یادمه خب خیلی خرسند نبود، خوشش نیومده بود از اون مقاله اصلا. بعد با هم یادم مباحثه کردیم و بهشون گفتم، به اون آقای دکتر گفتم، آقای دکتر، ایشون هم خب فلسفه اسلامی کار میکرد و میکنه، و گفتم آقای دکتر، من به تعابیر خود شما بخوام بگم، آنچه که آقای مطهری آورده و درکش از مقوله فاهمه ناظر به مقام تصوره، یعنی ناظر به کانسپته، غیر از اینه. چون ایشون میگه که مقولات فاهمه کانتی از جنس معقول ثانی ماست، معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی منطقی. ایشون گفت بله. گفتم اما مقولات فاهمه کانتی اصلا ناظر به تصدیقات، ناظر به گزاره هاست، نه ناظر به تصورات. او از گزاره های یاد میکنه، یعنی از آنچه که شروط تکون معرفت، و اصلا این قیاس از مبنا اشکال داره. و سرش هم اینه که خب ایشان با زمینه و زمانه بحثایی که کانت میکنه و پاسخی که داره به هیوم میده و در دل اون دیالوگ با دکارت و هیومی که داره این رو برمیکشه، خب با اون سیاق آشنا نبودن. و البته این رو هم بعد گفت، من فکر کنم اونجا اینو نوشتم، چون من به دقت اینا رو تو آثار آقای مطهری دیدم. ببینید یه سری جلساتیشون با اساتید فلسفه تهران داشته، دکتر داوری بوده، دکتر حداد بوده، اونجا نوشتن اسامی رو، مرحوم بزرگمهر بوده، منوشهر بزرگمهر، اینا همه مبسوط توی کتاب. اونا هم هیچی تو این جلسات نمیگن، نمیدونم رو درواسی آقای مطهری رو داشتن میکردن یا خودشون چنان که باید نمیدانستن، میدونید؟ چون اونا هم آمده در شرحی که در کتاب آمده که جلساتی بوده، حالا دعای منزلی ایشون برگزار میشد یا جای دیگه، هیچی نمیگفتن به آقای مطهری. و به حال اینا خطاست. حالا از بحثمون، یعنی مبناعن خطاست، میخوام میگم این قیاس ها، چه بحثاییشون راجع به کانت و برخی از فیلسوفان غربی، چه راجع به ایدالیزم آلمانی، اینا مبناعن خطاست. با همه ارادتی که به ایشون دارم، چنان که میدانید، همچنین آقای مطهری، آقای طباطبایی، یه دفعه گفته بودم یا در همین جلسات که من ایامی که ایران بودم در اتاق کارم در منزل، دو تا عکس من داشتم در اتاق کارم، یکی عکس سپهری بود، یکی عکس مرحوم آقای طباطبایی. من خیلی شخصیت ایشون رو دوست داشتم و دارم، خیلی برای ایشون احترام قائلم، مرحوم آقای طباطبایی. اما خب به قول افلاطون، به قول ارسطو که افلاطون عزیز اما حقیقت عزیزتره، آقای طباطبایی رو که من خیلی دوست دارم اما خب حقیقت عزیزتره. و اون بزرگوار خطای جدی در
اصول فلسفه و روش رئالیسم کردن به توضیح که الان مختصرا آوردم. باری این رو ذکر کردم تا بگم ایدالیزمی که در میان ما خیلی شناخته شده، حالا اینکه میفرمایید، همون ایدالیزم تجربیه که مدرک بودن مسابقه با موجود بودنه. این که شما گفتید که یعنی وجود پیدا میکنه، ببینید الان این لیوان رو در نظر بگیرید، من ایدالیزم تجربی رو بگم اصطلاحی باشه نوبت آتی، چون چند نفر دیگر از عزیزان هم احتمالاً سوالی داشته باشن و وقتمون محدوده، و بعدم خوبه در متن درس من این رو بگم. در این حال ببینید، در تجربی یعنی من راجع به این لیوان ایدالیزم تجربی در باب تعینش در جهان پیرامون اینقدر فقط یعنی تا این میزان میتونم ادعا بکنم که مادامی که این متعلق ادراک واقع میشه موجوده. به همین خاطر به اینا میگن mind dependent، یعنی وجودشون وابسته به ذهن. توجه کردید؟ یعنی این که فارق از این که من باشم یا نباشم این لیوان تعینی داره یا نداره در جهان خارج، ایدئالیست تجربی سکوت میکنه، بیش از این نمیگه. و به همین خاطر این آبجکت ها میگن mind dependent، وابسته به ذهن. در ایدئالیسم استعلایی از این فراتر میره، یعنی همون موضع مارکسی یا جلوتر بگیم به لحاظ تاریخی کانتی هگلی مارکسی، این رو نقد نمیکنن مبناً، بلکه این رو میگن به تعبیری که من در یکی از آثار شارحان کانت میخوندم سالها پیش، میگه بارکلی راه رو تا نیمه آمده، نه اینکه خطا آمده، راه رو تا نیمه آمده، که حالا دربارش من بیشتر دوباره صحبت میکنم. عرض کردم در درس گفتار فلسفه کانت و فلسفه هایدگر هم به تفصیل من این رو اشاره کردم، اما به اقتضای بحث از راسل هم بهش نوبت آتی میپردازم. راسل نه در ایدئالیسم تجربی که جالب مهدش انگلستانه، خاصگاهش با بارکلی اسقف انگلیسیه، بلکه تحت تأثیر ایدئالیسم آلمانی که اسم دیگری بر ایدئالیسم استعلایی است، که در فضای کمبریج نیمه دوم قرن 19 محوریت یافته و کسانی مثل مک‌تاگارت و بعد خود مور و راسل تحت تأثیر اون ایدئالیسمن، راسل تو اون فضا نفس میکشیده برای چند سباهی و بعد چنان که امروز هم ذکر کردیم میاد بیرون. در این باب من بیشتر سخن میگم نوبتاتی. الان خواستم این رو هم بگم که ما خیلی از مواقع این درک رو نداریم. من نوبت پیشین راجع به نحوه آشناییم با راسل یادتون هست اشاره کردم از ایامی که دانش آموز دبیرستان بودم. اتفاقا در همون جلسات اصول و عقایدی که ذکر کردم و گفتم ما در دبیرستان داشتیم، اتفاقا ما فقراتی از کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم رو هم می‌خوندیم با معلمانمون اون موقع. خب اون موقع که بضاعت فلسفی من ناچیز بود و اینا رو نمیدانستم، و خب همونجا میگفتیم آره چه پاسخهایی دادن. بعدها بود که خب حالا من انگلستان رفتم، اونجاها اینا رو متوجه شدم که خب عجب. و در یه دوره 6 جلسه‌ای فلسفی اسلامی هم یادم هست که نقدهای خود رو به این کتاب، که کتاب مهمی هم هست یادمون باشه، اگر اشتباه نکنم 1332 نوشته شده، یعنی 67 سال پیش، قریب به 70 سال پیش این کتاب رو نوشتن. اینا من توجه دارم، دو شخصیت مهم یعنی آقای طباطبایی و مطهری، هر دو ذهن‌های وقاد فلسفی مهم در آن روزگار، چون خب احساس تکلیف دینی می‌کردن در کسوت متکلم که بعد پاسخ بدن. زمانه مارکسیسم بود، دوران و جولان اونها بود، و در فضای خودش هم کتاب مؤثر افتاده. شما از یک کسی مثل آقای سروش بشنوید که به هر حال سالها تحت تأثیر این کتاب بوده، فلسفه اسلامی میخوانده، و دیگر افراد شناخته شده این مرز و بوم در عرصه فرهنگ و فلسفه و دین پژوهی. به هر حال اثر مهمیه، کتاب مهمیه. در این حال گفت نازنینی تو، ولی در حد خیش این نوع سخنان هم البته اثر ارج شناسی است، یعنی ارج نهادن است، اما خب خطاها رو هم باید متذکر شد. ما میان این دو نوع ایدئالیسم جاهای مختلفی است که تفکیک مکفی صورت نگرفته و شایان ذکر. من حالا نوبت آتی بیشتر این رو ایشالا توضیح میدم، یادداشت کردم. بعد آقای دکتر سپاس. فقط به خاطر اینکه سوء تفاهمی در ارتباط با اون گزاری که فرمودید نباشه، من سریع بگم. پس اینطوری که میفرمایید شما، مدرک بودن مسابقه موجود بودن. بله. این عبارت درسته. بسیار بسیار. بله بله. مدرک بودن مسابقه هم انان با موجود بودن. بله بسیار.
سلامت باشید. بله. خب آقای دکتر اگر شما ملاحظه دارید و مژگان جان، حدود 8-9 دقیقه دیگه وقت داریم، بفرمایید. سلام عرض کردم آقای دکتر، خسته نباشیم، حالی بود. عرض کنم که من نمیخوام حالا، چون در واقع در ادامه جلسات حتما شما اشاره خواهید کرد، ولی راجب وایت هد بود و راسل یه نکته میخواستم بگم خدمتتون، که خب راسل به کمک وایت هد در واقع اون پارادوکسش ها، چون این پارادوکس راسل ها، حالا اگه شما جلسات بعد حتما اشاره خواهیم کرد، پارادوکس دروغگو رو میگید؟ بله. پارادوکس نه زی مجموع ها. خب بله به اونم میپردازیم. خب. نظریه مجموع ها بله. بله. اونا پارادوکس دروغگو در واقع اون گودل تو اون کتاب اصل ناتمامیت ریاضیات و بله. ولی خوب توضیح میده، ولی پارادوکس راسل همون سلمونی، حالا به چیزه بخواییم درک عوام فهم باشه، همون پارادوکس سلمونی هست که ریشه خودشو، اون سلمونی ریشه کسانی رو میتراشه که خودشون ریشه خودشون رو نمیتراشن، که حالا پارادوکسش اینه که آیا خود سلمونی ریشه خودشو میتراشه؟ اگه بتراشه که با اون اصل جور در نمیاد، و اگه نتراشه با دوزه افرادی که ریشه خودشون رو نمیتراشن پس باید بتراشن. اینا در واقع این توی نظریه مجموع ها ما یه چیزی داریم به نام در واقع زیر مجموع ها، مجموع توانی بهش میگن، که تعداد عناصرش 2 به توان n هست. مثلا یه مجموعی که 3 عضو داره مثل آب و ب و س، 2 به توان 3 یعنی 8 زیر مجموعه داره، که این عدد اصلیه مجموعه میگن، که در واقع خب کوچکتر از عدد اصلی زیر مجموع توانیش هست. ولی این پارادوکس خب عنوان میکنه که مثلا اینه که آیا یه مجموعه زیر مجموع خودش هم هست؟ خب جوابش مثبته. آ زیر مجموعه خودش هست. این جهان زیر مجموعه خود جهان هست دیگه. عضو خود جهان هم هست، یا بهتر بگیم زیر مجموعه خودش. ولی مثلا سلمونی زیر مجموعه خودش هست یا خیر؟ که خب این پارادوکسه دیگه. اینو چالش، این چالشه که در واقع راسل ایجاد کرد، که خیلی هم صدا کرد و سعی کرد وایت هد در واقع اینو دور کنه از این پارادوکس. ولی خب گودل که اومد اصلا کلا کتاب وایت هد ها کلش ها گفت باطله اصلا، و دیگه اون مسئله میخواستم اینا اشاره بکنم خدمتون. بله. بله. یکی هم این که در واقع این پیچه تئوری یا معنی داری هم حتما اشاره خواهیم کرد بهش، که یعنی اون نظریه توصیف راسل ها که بعدش خب ویتگنشتاین شاگردش میاد و ادامه بله. میده. بله. اون حتما اشاره خواهید کرد اینجا. بله. من ممنونم. حالا به قصه مجموعه ها شاید کمتر، اما یعنی برای اینکه خب به کارهای دیگر رو هم برسیم، اما نظریه توصیفات خاص و بله اینا رو که حتما اتفاقا به لحاظ تاریخی میدونید دیگه، خودش هم آورده که نظریه توصیفات خاص اینا مال 1905 و اون مقاله مشهور آن دینوتینگ، من وقتی که اون رو توضیح بدم چند جلسه بعد در باب دلالت، که 1905 نظریه توصیفات خواستم، فکر کنم همون حواله 1907. به هر حال اون ابتکارات منطقی فلسفی راسل عموما مال دهه اول سده 20 اونجا اوج کاراش توجه فرمودید، و 1913 که تمام میشه نگارش پرینکیپیا ماتماتیکا که بهش خواهیم پرداخت. یعنی از اینجا به بعد دیگه راسل در واقع اون ابداعات فلسفی و این کانتریبیوشن های منطقی فلسفیش دیگه ادامه پیدا نمی کنه. توجه کردید؟ یعنی در ویتگنشتاین ظاهر میشه داره. بله احسن. آره اینو خیلی هاشون دیگه تو ویتگنشتاین و اعضای حلقه وین و بله دیگه راسل از اون کارا نمی کنه. بله. یعنی حالا من آن دینوتینگ رو نظری توصیفات خاصش رو شرح می کنم، و بعد مقدمه‌ای که بر تراکتاتوس ویتگنشتاین نوشته، اون مقداری که خب اون مقدمه آلمانه سبب شد که کتاب منتشر میشه، اینا رو و روابط راسل با ویتگنشتاین رو مفصل جلسات آتی بهش میپردازیم. میخوام بگم
جالبه، یعنی اینجاست، از 1896-7 شروع میشه، از همین کتابایی که در بنیاد هندسه نوشته تا نهایتش پرینسیپیا ماتماتیکاس و اون کارهای اوریجینال راسل دهه اول سده 20. و بعد حالا نکته‌ای که در پاسخ به آقای دکترم آوردم پیشتر، جالبه، من حالا نوبت آتی این رو ذکر میکنم، در میان ما باز حالا بحث از ایدئالیسم بود، نوبت آتی توضیح میدم، ایماژ عده‌ای در از روحانیون ما، روحانیون هوشمند خوشفکر ما، برهه‌ای از راسل و جایگاه فلسفیش در سده 20 هم دیدگاه درستی نبود، میدونید؟ یعنی فکر میکردن خیلی او در فلسفه مقام بلندی داره، در صورتی که در سده 20 این چنین نبوده، خودش هم همچین ادعایی نداشته. جالبه، یعنی شما متفکر بزرگیه با، یعنی آدم گیفته دیه، این توجه دارید، یه جا دوره یه کارایی کرده بعد از اونا فاصله گرفته همطور که گفتم، اما در عالم فلسفه خب شما اگر نگاه بکنید به مراتب فیل مثلا در سده 20 شأن ویتکنشتاین و هایدگر بیشتره، میدونید منظورم چیه؟ در عالم فلسفه راسل یه دوره یه کارای مهم میکرده بعد خودش داوطلبانه فاصله گرفته. و مثلا شما حتی به نزد آقای مطهرینا میگم، اونا خب از طریق لابود ترجمه ها و چیزایی که میخواندن و میشنیدن در زبان فارسی تصویری داشتن از راسل که این تصویر مطابق با واقعی نبوده. حالا من اشاره میکنم نوبت آتی بیشتر، حالا اینکه فرمودید، اما این هیچ از اهمیت راسل و از کانتریبیوشن های جدیش به فلسفه و منطق در اون بازه زمانی نمیکاهه. و بعد یه آدمی که جایزه نوبل میبره گیفتد بدون تردید با قلم و ذهن وقاد، اینا همه سر جاش، توجه میفهمید دیگه، دارم بله فضا رو میگم. حالا راه داریم، بله، به تفصیل من به این کارهای او بعد بپردازم، به مقدمه‌ای که بر تراکتاتوس ویتکنشتاین نوشته تا بعد کارهای دیگه. بله، فکر میکنم این دوره ما 20 جلسه‌ای به درازا میانجامه. بله، بسیار ممنون، سلامت باشید. بله، خب مژگان جان شما هم اگر نکته‌ای دارید بفرمایید که دیگه بعد از آن جلسه رو فکر کنم باید ختم بکنید. امیر جان هم البته هستن، ولی حالا وقت زیقه، بگید شما، شاید امیر جان هم نکته داشته باشه. بفهم. بله، خیلی ممنون آقای دکتر برای امروز. حالا جلسه آینده اگر امکانش هست میشه بیشتر راهنمایی بفرمایید، این چون برای من خیلی جالب بود، این عارف نزد خدا، تجربه عرفانی پیش خدا باوران و خدا ناباوران، چون خیلی مایلم بیشتر بدم فصل مشترک این تجربه عرفانی چی هست، آیا هر دو گروه معنی و تفسیر خاصی دارن از این تجربه عرفانی، چون گویا اثراتش انگار یکیه اما این تجربه عرفانی پیش خدا ناباوران و خدا باوران، دوست داشتم که بیشتر راجبش بدونم. خوشحال میشم اگر جلسات آینده هم به این موضوعی اشاره کنید. بله بله، حتما یادداشت کردم و همچون که گفتم نوبت آتی رو با اون فقره ای از کتاب راسل آغاز میکنیم و من به این قصه حتما میپردازم. باشه، ممنون. خیلی ممنون، سلامت باشید. خب امیر جان شما بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر، عرضی نیست، استفاده بردیم، ممنون. بسیار خب، سلامت باشید. خب چون 3 دقیقه دیگه هنوز داریم، اگه فرزان جان نکته دارن یا علی جان که به جمع ما پیوستن کوتاه بفرمایند، 3 دقیقه دیگه وقت داریم تا ختم کنیم جلسه رو. با سلام، هزار سپاس قدردانی دارم از نظر دوستان، استفاده کردم استاد عزیز، نکته خاصی ندارم، موفق باشید. بسیار خوب، سلامت باشید. خب علی جان شما بگید. نه ممنون از لطف شما، منم استفاده کردم، بسیار عالی بود، ممنون از محبتتون و اطلاعات بسیار ارزنده. منم ارزی ندارم. بسیار خوب، خیلی خوب. پس اگر اجازه بدید دیگه جلسه رو اینجا ختم کنیم و هفته آتی انشالله پی میگیریم بحث رو از همون جایی که ختم شده. بازم میگم خدمت دوستان که این کتاب خب در گروه قرار داده شده، فایلی پی دی افش اگر مایلید ببینید. البته آنچه که من میگم همطور که ملازم میفرمایید یه ترکیبی است از منابع مختلف و متعدد، در این حال موادی رو از اون کتاب هم من
اخذ میکنم و استفاده میکنم، اما برای توضیح بیشترش خب به منابع دیگر هم مراجعه میکنیم. من فراموش کردم سروش جانم که خب چند هفته نمیان، یادش رفت قبل از اینکه برن، من فایل ایشالله کتاب در باب فلسفه تحلیلی خودم که اون مقالات در حوزه تاریخ فلسفه تحلیلی دارد و سال گذشته در کانال تلگرامی من فایل پی دی افش منتشر شده، این کتاب 3-4 سال پیش لندن منتشر شده، اون رو هم میذارم اگر خواستید اون مقالات تاریخ فلسفه تحلیلیش رو ملاحظه بکنید، بد نیست. و به اون بحثای راسل و اینا در حال و هوای فضای هم جنگ اول و خصوصا بین دو جنگ و اون اختلافات و نزاهایی که صورت گرفته بوده در اون محافل فلسفی و روشنفکری، خب ارجاعات نسبتاً زیادی در اون سلسله مقالات داده شده است. اگر مایل بودید اینها رو هم در مطالعه بگیرید. فایل پی دی افش رو من در گروه میگذارم. خب وقت همگی بخیر، انشالله تا نوبت آتی هفته آینده. دوستان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار. سلامت باشید. خداحافظ همگی. وقت همگی بخیر. شب همگی بخیر. بسیار عالی. سلامت باشید. خیلی خیلی ممنون.